سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم و موضوع بحث امروز هم در رابطه با مشکلات فراراه بازرگانان افغان در بندر کراچی پاکستان است. برای بحث بیشتر حاجی سیف زلمه عظیمی، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری انگرها را از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای عظیمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به بیننده های تلویزیون آریانا نیوز. سلامت باشید آقای عظیمی. مشکلاتی که در حال حاضر بازرگانان افغان در بندر کراچی دارند با چه چالش هایی روبرو هستند؟ خوی را بهتر کل مردم افغانستان می فهمه که پالیسی دولت افغانستان در این عرصه که امرای کشور پاکستان ما داریم با وقت بسیار ضعیف است. ما بارها برای دولت خود گفتیم که ما از طریق بندر کراچی مشکلات بسیار بزرگ داریم، کالاهای ما به افغانستان به صحیح طریقه به افغانستان نمی آید، چون که در بندر کراچی بسیار مشکلات است. برای شما معلوم است که تقریبا 5 ماه میشه که ما بنادر به خاطر ویروس کرونا کشور پاکستان برای بسه ما بسته ساختک و از ما را کانتینرهای ما در سپین بولدک، در بندر تورخم و در کراچی متوقف گردید، که البته با اساس 2 میلیون دلار برای سکتور خصوصی به افغانستان خساره وارد می شد. ما دادخواهی بسیار کردیم برای افغانستان، برای دولت افغانستان که لطفاً مهربانی کنید همین مشکل ما را حل بسازید، ولیکن متاسفانه تابال این مشکل ما حل نشده است. چه زمان شما این چالش را با حکومت در جریان گذاشتین و روزانه مقدار پول را که شما اشاره کردین بازرگانان افغان از این کانتینرها میپردازند چقدر نگران کننده هست و دقیقاً این مقدار پول زمانی که کالاها به داخل کشور میرسد چقدر میتونه که روی قیمت‌های بازار تاثیرگذار باشه؟ خب شما میدانه بدون شک این امیال شما ببینه که در افغانستان چقدر قاطی، چقدر قلت، چقدر قیمتی وجود داره. ما که وقتی همین زمینه مساعد بود کالاهای ما بر افغانستان به صحیح طریقه از طرف پاکستان وارد میشده که یک کانتینر مال ما $2000 مصارف میخورده. حالا به خاطر دمرچ و دیتنشن که مشکلات ما در سر راه داریم، در بنادر داریم، در بندر کراچی داریم، ای برای کل مردم افغانستان معلوم است که یک کانتینر در حدود $6000 مصارف میخوره. این همین $6000 که $4000 در کانتینر مصرف ما بالا میره، این همین تجار محاسبه میکنه، سر مال میپردازه. ای برای همین مردم بیچاره ما، غریب ما که در افغانستان در حالات شرایط سخت قرار دارن، مردم بیچاره فقیر ما در افغانستان یکی ویروس کرونا متاثر ساخت مردم افغانستان و دیگه کمی فقر و بیچارگی، قلت و قاطی فلحال برای کل مردم افغانستان ثابت شده زینه این مشکل ما داریم. دلیل این که حکومت به این چالش توجه جدی نمی کند چه هست؟ ما به می سیاست دولت نمی فهم که چرا دولت همی سیاست خود روشن نمی سازه. ما بارها به دولت همی مشکلات خود برای زیاد گفتیم که ما با کشور پاکستان این مشکل داریم، لطفاً مهربانی کنی مشکل ما را حل بسازه. سالها شد که ما این مشکل در بندر کراچی در کشور پاکستان داریم. برای حکومت خود، برای مقامات دولت ما این مشکلات امرای وزیر مالیه، امرای وزیر صنعت تجارت، امرای رئیس جمهور ما این موضوع شریک ساختیم. ما از اونا خواستیم اگر ما این مشکل در بندر کراچی در کشور پاکستان داریم، لطفاً شما یک پالیسی جدید اختیار کنی برای سکتور خصوصی. راه‌های بدیل که دولت شما ادعا میکنه که ما راه‌های بدیل برای سکتور خصوصی ساختیم، کجاست راه‌های بدیل؟ حالا برای شما معلوم است که بندر چابهار یا ایجاد کردین، هنوز بندر چابهار برای هیچ سکتور آگاهی نداده شده است. مشکلی در بندر چابهار فلحال وجود داره، قرار داره. ما میخواهیم دولت خود که برای ما بندر چابهار لطفاً توضیح بده. یک مشکلی اونده که فلحال در بندر چابهار ما داریم که پول ما ارسال میکنیم به کشورهای خارج که ما کالاهای خود بر افغانستان وارد میکنیم، به هیچ گونه پول ما به کشورهای خارج انتقال نمیشه. و یک بندر دیگه که بندر بندرعباس میگیش که اسرای ایران است که ما به افغانستان میه، که از طرف امریکا تحریماتی که بالای ایران وضع شده است برای شما ثابت است که ما هیچ نمیتونیم که در افغانستان از طریق بانک پول خود ما به کشورهای خارج انتقال بدیم، به خاطر از این که کالاهای ما به بندرعباس هم نمیتونه آمده. وقتی که ما مشکل داریم
وقتی که ما مشکل داریم برای دولت افغانستان، سکتور خصوصی برای ملت خود، برای مردم خود خدمات میکنه و به دولت وزارت مالیه ما محصول میپردازیم، مالیات میتیم. حق مسلط ماست که دولت باید تماما مشکلات ما را از سر رای ما آوار بسازه، لیکن متاسفانه دولت به می عرصه که ما مشکلات داریم، دولت ما بیخی گنگ از پالیسی خود هیچ روشن نمی سازه. آقای عزیزی، قبلا گفته شده بود که هفته سه روز این بندر برای بازرگانان افغان باز خواهد بود، چگونه است؟ برای شما بهتر معلوم است که وقتی باجوا اعلان کرد که ما، یا عمران خان اعلان کرده که ما برای مردم افغانستان انسانی هم دردی میکنیم، به خاطر سه روز ما مرزای خود واز میسازیم که کالاهای ترانزیتی یا خوراکه مواد یا ادویجات بر افغانستان بره و یه انسانی هم دردی ماست. حالا کستک دفتی کستک شش روز بنادر واز است، لیکن امی بنادر که واز است یه تو مانا میده که دفتی یک روز واز است، بخاطر که کالاهای ما درست نمی به افغانستان وارد نمیشه، چون مشکل داره در پاکستان. ما برای شما یادداری کنم که تریکر دیوائس میگیش که ردیابی در پاکستان نیستک، کانتینرهای ما را در اونجا متوقف ساختین، اونا میگن که مترا در مرزای سار مانده است، به اساس از او ما نمیتانیم کده که کانتینر شما را انتقال بتیم. سکتور خصوصی چه تصمیم دارد؟ اگر حکومت توجهی جدی نکند پس سکتور خصوصی چی خواهد کرد؟ واقعیت سی واضح است برای کل مردم افغانستان. وقتی که سکتور خصوصی خدمات میکنه طرف دولت برای زمینه مساعد نشه و مشکل ما را حل نبسازه، این خب برای کل مردم افغانستان مال ما تهدید میشیم از طرف زورواکا. مثلا در افغانستان ما مشکل داریم، مشکل امنیتی داریم، دیگه مشکلات ما فیلحال در افغانستان داریم، لیکن ما دولت خود میخواییم اگر چیری مشکلات ما سکتور خصوصی حل نشوه، بلومندگی تمام ملت افغانستان، بلومندگی تمام سکتور خصوصی، ما برای دولت اعلان میکنم اگر این مشکل ما حل نشوه با واقعیت ما برد میکنم که ما سرمایه خود از خاک افغانستان میکشیم بدگه ما مالک میریم. آقای عزیزی، شما قبلا در رابطه با قرارداد ابتا اشاره کردین، گفتین زمانش ختم شده. آیا حکومت در این رابطه تصمیم گرفتن که این قرارداد تمدید شود یا چگونه است؟ الان بهش چه خواهد شد؟ خب با خوب نقطه اشاره کردی. برای شما معلوم است که دو سال قبل امی معاهده که مثلا امی امضا به قرارداد شده، به خاطر شما معلومه، برای شما معلوم است که افغانستان پاکستان به نام اپتا که قرارداد یا امضا رساندن، کشور ایالات متحده امریکا در بین هر دو کشور افغانستان و پاکستان دخالت کرده بود که این امی را به امضا برسان. وقتی دو سال پیش که امی امضا شده بود به نام اپتا که ترانزیت افغانستان، تجارت افغانستان به این شکل به امی قرارداد اپتا باید به افغانستان کالاهایشان انتقال شوه، باز به او پنج سال بعد از اپتا را که قراردادش وقتش پورا شد به نام اپتیکا دیگه یک کمیته جور شد که باید هر شش ماه اپتا که از اپتا را قراردادش باید تعقیب شوه. از طرف افغانستان ما شش بار در کشور پاکستان امی اپتیکا را کمیته را دایر ساختیم. ما به کشور پاکستان گفتیم که ما مشکلات داریم در بندر کراچی و در ترانزیت و دمی اپتاک است، مشکلات داریم، مشکلات ما را حل بساز. خب متاسفانه پاکستان هیچ به وعده های خود عمل نکرد. افتم اپتیکا است باید در افغانستان انجام میشد، هیچ باید این مجلس دایر میشد که متاسفانه او هم صورت نگرفت از طرف پاکستان. امو وقت قرارداد اپتا هم مال پور است، باید که دولت افغانستان، وزارت صنعت و تجارت باید دست به کار شوه، باید هر چی زودتر امی قرارداد باید امرای کشور پاکستان زودترین به زودترین فرصت باید به دوباره به تمدید برسانین، اگر نه یک چالش بزرگ به سر رای سکتور خصوصی قرار داره. آقای عزیزی، قرارداد جدید چه تفاوت با قرارداد ابتا داره؟ و دقیقاً دیده شده اکثرا که قراردادی که با پاکستان صورت میگیره بیشتر یک طرف است، یعنی بیشتر به نفع پاکستان است، چرا این گونه است؟
خب واقعیت کسی پالیسی دولت است، باید دولت کس پالیسی خود روشن بسازه. برای ما، برای سکتور خصوصی، برای ملت افغانستان باید که همی وضاحت بتا، گیدهی بتا که شما همیشه دادخواهی میکنی که از طرف کشور پاکستان ما، ترانزیت ما، کالاهای ما به افغانستان به صحیح طریقه وارد نمیشه. همیشه امرای ما پاکستان کس یک طرفه مثلا مشکل ما را همیشه در سر را قرار داره. باید دولت افغانستان برای سکتور خصوصی راهای بدیل آمده بسازه، برای ما آگاهی‌دهی بده، برای کل افغانستان اعلان بسازه که دیگه از طرف بندر کراچی شما کار نکنه. اگر این قسم دولت پالیسیش گنگ باشه، برای ما آگاهی‌دهی هم نبده، این حال برای شما معلوم است که کشور پاکستان بندر کراچی برای سکتور خصوصی وقتی کالاهای ما انتقال میشه به افغانستان یک رای بسیار مناسب است، رایی که مثلا ارزان تمام میشه کالاهای ما برای بندر کراچی، درست است. همیشه تجار میخواهد که ما همیشه میال 80% تجارت ما به بندر کراچی به افغانستان کالاهای ما وارد میشه، لیکن ما همیشه می بندر خوش میگیم. وقتی که مشکل ایجاد میکنه ما به دولت خود پیشنهاد میکنیم که همی رای بدیل برای ما بسنج، برای ما رای بدیل نشان بده. وقتی که دولت گنگ مانده دای پالیسی، ما هم ایران ماندیم که چی کنیم. بله آقای عظیمی، راه های بدیل شما قبلا اشاره کردین که فعلا امکانات نداره و دلیل های اوی چقدر میتونه که راه بدیل خوب باشه؟ حتی تا جایی گفتم میشه که هزینهش بلند است. دقیقا اگر شما نتونین از راه های بدیل استفاده کنین، دقیقا تصمیمتون چی است که کدام مورد با حکومت میخواین که شریک بسازین که یعنی بعد از این با پاکستان مشکلات وجود نداشته باشد، بخصوص در حوزه ترانزیت؟ درست فرمیدیم. ما یک چیزی را برای شما یادآوری میکنیم. اول باید که بیم سر از این موضوع. سال پیش برای شما معلوم است که صادرات ما همین قسم مشکل پیدا کرد به کشور پاکستان، که وقتی ما همین صادرات ما، میوه تازه ما به کشور پاکستان میرفت، از طریق کشور پاکستان میرفت به بندر واگا که به دیگه مملکت ها صادر میشد. متاسفانه که وقتی سیزن میوه تازه ما رسید، کشور پاکستان مرز خود به سوی افغانستان بسته ساخت، بازارها تن ما، میوه تازه ما خراب شد در افغانستان. ما دادخواهی کردیم برای حکومت افغانستان، گفتیم که برای ما راه بدیل دالیزه وایر شما بسازید که ما مالای خود انتقال بدیم به کشور، به مملکت خارج. دولت گفت که وعده سپارید که ما دالیزه وایر تیار میکنیم برای سکتور خصوصی، برای باغدارای خود. اینا شما ببینید شاهد حالت کلی مردم افغانستان که اینا باز یک سال شد باغدارای ما، سکتور خصوصی ما، میوه های تازه ما به ثمره رسیده است. این همیالا کشور ایران هم بله به ثمره رسیده است. این حالا برای شما معلوم است که راه پاکستان هم بس است، از کشور ایران هم بس است، سکتور خصوصی باغدارای ما چی کنه؟ مردم سکتور خصوصی افغانستان با واقعیت که است به چالش بزرگ ما روبرو هستیم. ما میخواییم دولت خود کارچه زودتر برای ما راه بدیل بسازه، ما را آگاهی‌دهی بده یک راه درسته که ما بتانیم کنه برای مردم خود، برای مردم افغانستان، شریف مردم خود ما خدمت کنیم. خیلی سپاس حاجی صاحب زلمه عظیمی، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار، از اینکه شما در برنامه حضور پیدا کردین. سپاس از شما. تشکر دوستان. تشکر. بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار.